یه بار 10 صبح برق رفت تا ساعت 12:30، یعنی 2 ساعت و نیم قطعی داشتیم. و خاموشی های چند روز گذشته در شهرهای ایران در اوج سرمای زمستان به علت کمبود عرضه گاز به نیروگاه ها، کمبودی که نیروگاه های برق را به استفاده از سوخت آلوده کننده مازوت مجبور کرده است، شرایطی که خیلی ها را دوباره متوجه بیکفایتی حکومت کرده. کلن برقای منطقه نیم ساعته که قطع شده در کشوری که دارای یکی از بزرگترین ذخایر گازی دنیاست. این یکی از مخاطبین بی بی سی. همیشه مجبوریم به انتخاب بین بد و بدتر، بین روحانی و قالیباف، بین بیبرقی و مازوت. تا کی این وضعیت ادامه داره و کی حکومتی میاد سر کار که منفعت مردم، منافع مردم براش اهمیت داره معلوم نیست. ما تصویب کردیم که در تهران و کرج به هیچ وجه مازوت استفاده نشه و الان هم مازوت استفاده نمیشه، یعنی از قبل هم استفاده نمیشد ولی ما پیشگیری کردیم که این کار نشه. در شهرهای کلان، شهرهایی که بالاخره جمعیتش زیاد هستش و وارونگی هوا در زمستون وجود داره، در اونها هم استفاده نمیشه. این نیروگاه در چند مرحله بر روی سوخت مازوت رفت. این نیروگاه شازند در استان مرکزی که اینجا از سوخت مازوت استفاده میکنند. از حرفای زد و نقیز مقام های ایران معلوم است که نیروگاه ها به خصوص کمبود سوخت گاز طبیعیشان را با سوخت مازوت جبران کردند، با نتایجی فاجعه بار برای آلودگی هوا و سلامت مردم. سوخت مازوتی را که به علت تحریم ها نمی شود صادر کرد. حالا دولت می گوید قطع برق نخواهیم داشت اگر مردم در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند. پیشنهاد این استش که یه مقدار همراهی بکنند در صرفه جویی هم دمای منزل و هم اینکه استفاده از روشنایی. در همین حال برای صرفه جویی در مصرف برق دولت مبارزه ای را با استخراج کنندگان بیت کوین، این ارز دیجیتالی، آغاز کرده، به خصوص با شرکت های چینی که در سالهای اخیر ارزان بودن برق در ایران رو در مقایسه با برق کشورشان فرصتی دیدن برای ایجاد کارخانه های استخراج بیت کوین. دولت حالا از این شرکت ها و شرکت های محلی خواسته است که فعلا فعالیت هایشان رو متوقف کنند تا بلکه بادی بوزد و هوای شهرها رو کمی تمیزتر کنند. کسرانجی، بی بی سی.